هواپیماهای ترابر رزمی سپاه در حال انتقال نیرو و تجهیزات به جزیره بوموسا برای تقویت نیروهای مستقر در این جزیره. اینجا نقطه راهبردی ایران برای تسلط بر امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است که نیمی از انرژی جهان از این آبراه می‌گذرد. جزیره بوموسا در کنار جزایر سیری و تنب‌های بزرگ و کوچک اولین خطوط دفاع ایران در آب‌های جنوب هستند، به خصوص خود جزیره بوموسا. حالا به گفته سپاه این جزیره برای دفاع مستقل از خود تقویت شده و در رزمایشی دفاع مستحکم و چند لایه از این جزیره بدون پشتیبانی از ساحل ایران تمرین می شود. علاوه بر نیروهای تقویتی زمینی، حالا موشک‌های بالستیک راهبردی فتح با برد انهدامی 300 کیلومتر و کروز قدیر با برد انهدامی 400 کیلومتر ضد اهداف دریایی در این جزیره مستقر شده. موشک‌هایی که جدیداً وارد سازمان شده بود هم برد افزایی شده و هم دقت این موشک‌ها در واقع برای آب تغییر داده شده. آمادگی برای دفاع در شرایطی که اقتضا می‌کند همواره یک ضرورت قطعی است. طبق ارزیابی ناظران، نیروهای مدافع جزیره بوموسا می توانند به تنهایی در مقابل تهاجم همزمان دریایی و هوایی از سه جهت مقابله و تا رسیدن نیروهای پشتیبان از خاک ایران به خوبی دفاع بکنند.